سلام. کاخ سفید در واکنش به اظهارات رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای گفت اگر ایران نفهمیده است رئیس جمهوری نوی در امریکا سری کار آمده است، خودش را مسخره می کند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید بعد از آن صدا داد که آیت الله علی خامنه ای در تهران گفت ایرانی از هیچ تهدیدی نمی ترسد و افزود که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا سپاسگزار است که زحمت ما را کم کرد و چهره واقعی امریکا را نشان داد و سخنان 37 ساله جمهوری اسلامی درباره فساد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را عریان کرد. برای صحبت درباره این رد و بدل ها همکارم از رادیو فردا جواد کوروشی را به برنامه دعوت کردیم. آقای کوروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه ای بیشتر دولت براک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه ای چی بوده می توانست؟ ببینید، صحبت درباره روابط آینده ایران و آمریکا و اینکه سیاست هایی که احتمالاً در پیش گرفته خواهد شد تا اندازه هنوز مشکل، یک دلیل اصلیش هم این است که خطوط اصلی سیاست های آقای ترامپ در حد حرف هنوز هست و معلوم نیست که چه سیاستی واقعا دراز مدت در پیش خواهد گرفت. منتها در ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه همه منتظرند که این سیاست رو ببینن و درباره اون و در برابر اون واکنش نشون بدن. در ایران میشه گفت که چند واکنش هست الان در حال حاضر. یکی این که مقام های دولتی، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، اینا همه برای نظر هستند که نباید از تحریک، با تحریک کردن در واقع منافع ملی ایران رو مورد سوال قرار داد یا مورد ضربه قرار داد. به همین دلیل توصیهشون این است که از موضع‌گیری های بیجا و تند خودداری بشه. یک بخش هم هست، چند نفر تندرو و جناح تندرو که اینجا و اونجا ابراز وجود سیاسی میکنن مطرح میکنن که به هر حال مثلا یکی از اینها مطرح کرده بود که در واقع وجود آقای ترامپ یا ریاست جمهوری آقای ترامپ فرصتی برای ملت ما، که البته اینها مواضع رسمی نیست. موضع سومی هم هست که آقای خامنه ای دیروز مطرح کرد، در واقع مهمترین شخصیتی و موضعی هست که ایران میتونه در برابر آمریکا بگیره. آقای خامنه ای روز سه شنبه بسیار محتاط بود، محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و این یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما رو اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه ای و دیگران منتظرن ببینن که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت. و برعکس دولت براک اوباما تاری گفتیم، دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران می توان گفت که در آینده ممکن است رابطه های امریکا با ایران پیچیده تر شود برعکس عهد اوباما؟ به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته‌ای، یک قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستهاشو متعادل کنه و هم جهت کنه. و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که تاریخ گفتیم
دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟ در حقیقت سخت گیرانه خودش مورد بحثه که چه درکی از سخت گیری داریم. اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو بر علیه ایران راه نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است. تشکر. جواد کوروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کوروشی. با سپاس از شما.